کجا؟ برم دیگه، برم ساکو بهشون بدم. با نرگس قرار گذاشتم دیگه، گفتم بهترین وقتی که من ساکو تحویلشو بدم شما خیالتون راحت شه. دست درد نکنه، بدیم چیو بدم؟ ساکو بده من. ماما من باق برم. دستتو بکش، دستتو بکش. میخوام برم. من ساکو میدم، شما حواست به برادرت باشه. ماما آبروی منو میبری. ماما اونا که نمیدونن شما. بابا اینجا چیکار میکنه؟ داره میاد سمت ما. رابیف ماشین روشن کن. رابیف یعنی چی؟ چجوری رابیف؟ افتم دیده ما رو زشته. برو برو پایین با صحبت کن. بیا نرگس. نری باورم نمیشه. نری اصلا باورم نمیشه. اصلا تقصیر من بود بابا جون. شما ساکت باش، من توضیح میدم. قبل من توضیح بدم دیگه. بفرمایید. قبل از اینکه بریزن خونه نکونام، قرار شد با این ساکو یکی دو روز تو خونمون نگه داریم. برای اینکه اگه میگرفتن کشته بودن نکونام بدبختو. امروزم قرار بود بریم ساکو بهشون تحویل بدیم، منتها خونه نکونام تحت نظره. گفتیم تو خیابون قرار بذاریم. مری این حرفا رو من نمیفهمم. تو ساک چی بود؟ نوارو اعلام میاد. تو چشمی تو رو همه واقعیت ها بست. واقعیت چیه؟ بگی من خرم بدونم. واقعیت اینه که ما تافته جدا بافته نیستیم. تو این مملکت داریم زندگی میکنیم با همین مردم. خب دیگه نمیتونیم مثل کم سرمونو بکنیم تو برف. تو نظامی هستی درست، اما ما آدمی. برو تو اتاقت. کی میرم؟ به خدا فرخ، این مردم این حکومت رو نمیخوان. چرا نمیخوای بفرخ؟ بس کن مردی، هیچی عوض نشده. اوضاع همونی هست که بود. یادت باشه من یه نظامیم. اینو تو گوشات فرو کن مهری. تو نمیتونی براش یه کاری بکنی؟ قربونت برم، من چی کار میتونم براش بکنم؟ نه خودت بکن، من کیم آخر؟ بگو چی کار کردی؟ وقت نداریم، شاید بتونم برات کاری انجام بدم. چی کاری از دستتون بر نمیاد دایی؟ تو این همه تو این دم و دستگاه دوست آشنا داری؟ یعنی اینو هیچ کدوم به درد نمیخورن؟ این دوست آشنای بی کس و کار من برای یه زندانی سیاسی قدم از قدم بر نمیدارم. من هر کاری بکنم باز فرو خیالات خودشو داره. اون فکر میکنه من هنوز با شاپور دشمنم. حالا میخوام دقه دلیمو سر پسرش بیژن در بیارم. آقا شهرام، بیژن برادرزادته؟ برادرزاده؟ مگه من برادر دارم؟ شاپور برادر ناتنی من بود. کاش حداقل مثل یه برادر ناتنی با من برخورد میکرد. برم آبادان برگردم ببینم چه کار میتونم بکنم. ولی نه به خاطر فروغ، نه به خاطر بیژن، فقط به خاطر خودت. شیرهای شهر آب نداره. آتش نشانی دیرتر میرسه، وقتی میرسه شلیک نداره یا آب نداره یا اصلا نوزه کرده. آقا میگه همیشه چک میکنن ولی این دفعه چک نکرده بود. نما نیست، بلیت فروشی در سینما نیست، مدیری در سینما نیست. بابا اومد. سلام بابا جون. سلام بابا. بابا جون هرچی زنی زنی دارتون چرا جواب ندادی؟ خب کار داشتم رفته بود. سلام بابا. بابا سینما رکس آتیش زده. سینما رکس بوده؟ ماما حالش خوب نیست بابا. بس چی بابا؟ پسر امهش و زنش هم تو سینما بودن. پسر امهش؟ اسماعیل پسر امه اشرف. ماما هر وقت شنه تو اتاق داری گریه میکنه. بابا جون جون بابا حاضرشیم بریم آبادان؟ نه بابا کجا بریم آبادان؟ بس بیرم ماما چی شد؟ این فامیل دارم میرن آبادان. فروغی چه داغی بود؟ امم دید سر پیری 400 نفر جز خالش. هر خانواده یه جو. آروم باش. وای با هم میریم. نمیخواد تو بریم، من خودم میریم. نه من مگه من میذارم تو تنها بری؟ و
بچه ها چکر برای اونم یه فکری میکنم، میفرستمشون پیش فروغ که اونم تنها نباشه. بیوجدان خودشون سینما آتش زدن، میخوام بندازن گردن مردم. آقا شریف چرا هنچی میکنی؟ هنوز که چیزی مشخص نشده. آقا فرق چطور هیچی معلوم نیست؟ من نشنیدی مردم چی میگفتن؟ مردم این وقتا زیاد حرفای پرت و پلا میزن، همین چیزی رو میندازن گردن حکومت. آقا فرخ همه مردم بودن و دیدن چطور شربانچی اومدن در سینما رو قفل زدن. آقا تازه آتش نشانی که اومده و آبی نداشت که بخواد آتیشو خاموش کنه. یعنی این همه خون به ناحق ریخته، میشه دامنشون رو نگیره؟ خدا نابودشون کنه انشالله. آقا ول کنین، الان وقت این حرفا نیست. مردم ناراحتن، متاثرن. بعدشم حکومت همچین جنایتی بکنه که چی بشه؟ تو هم فکر میکنی کار مردمه؟ آخه برای چی میخوان سینما رو آتش بزنن؟ من چه میدونم، حتما یه نفر کرده تو مغز یه سری آدم نادون که سینما جای فساده، محل اشایه، اله بله، اینا هم رفتن سینما رو آتیش زدن که یه کار انقلابی کرده باشن. این کار انقلابیه؟ این مردم جونشون واسه هم در میره، بی خود برای چی میندازی گردن مردم؟ این باز داره از این حکومت دفاع میکنه، من نمیفهمم. بابا مگه من چی گفتم؟ میگم تو همچین مواقعی آدم نباید بی خودی قضاوت کنه. برفرض که تو درست بگی، مردم دیوونن برن در سینما رو قفل بدن که مش بیگناه اون تو بسوزن، یا برن آتش نشانی خبر بکنن که آب نداشته باشه، چی میگی اصلا؟ چه میدونم اصلا؟ آه من بحث سیاسی نمی کنم. چیزی که نمیدونی دربارش حرف نزن، اینا خودشون کردن که بنزن گردن مردم، فهمیدی؟ من برم درم واکن. فکر کنم آقا ناصره. سلام ناصر. سلام شریف، بازم تسلیت میگم، خدا به شما صبر بده. ممنونم. مرضیه به من گفت که آقا فروخ مهری خانم تشریف آوردن. ها حسن داخل، بفرمایید تو. نه ممنون، اومدم برای فردا نهار دعوتشون کنم خونمون. بعید میدونم، اینا فردا دارن میرن. جدی؟ ها؟ و بهتر یه تسلیتی بهشون بگم. چرا که نه، اتفاقا بعد از آزادیتون هم ببینن. بفرمایید تو، بفرمایید. یا الله. کیوان کجاست؟ قرار بود بری خونه همه فروغم، نمیدونم. راحت باش، کسی نیست. مامان سینا کی میان از خورم شم؟ فکرم یکی دو روز دیگه. میتونی من کلی حرف بزنیم، بیا بریم تاش پس خونه. یه لحظه آقا من، یه لحظه بایست. آقا من دارم میگم که من قول بینم مراقب باشم، این تمرینه بده بخونم دیگه. خیالم راحت. آره راحت باشه. حالا نه، حالا نه، بذارش یه جای خلوت. چشم. ببین دست در نکنه، قول میدم مراقب باشم. برو فردا همینجا میبینم. یا علی، خدا رو حافظ.
واقعا خودت شنیدی؟ آره بابا، من که از مامانم مطمئن بودم، ولی فکر نمی‌کنه بابام هم دل خوشی از حکومت نداشته باشه. فهمیدم تفلکی از ترسش اگه همکاری میکنه. خب اگه اینجوری پس چرا کارشو ول نمیکنه؟ نمیتونه. چرا نمیتونه؟ مگه نمیبینه اینا دارن چی کار میکنن؟ نمونش همین سینمایی که آتیش زدن، یعنی که مردم هر روز دارن به گلوله میبندن. بابای من که از اون آدم ها نیست که بره تو خیابون جلوی مردم رو بگیره. بابای من دیگه اسلحه هم نداره حتی نرگس. این چیزایی که میگی درست. ببین کیمیا، با این حرفایی که راجع به پدرت زدی، به نظر من وظیفه تو خیلی سنگینه. من اصلا همینو میخوام. من دقیقاً یه وظیفه سنگین میخوام. میخوام باهاتون قشنگ هم کار کنم. نه نه، من اصلا منظورم این نیست. من که اصلا کار خاصی نمیکنم. من منظورم نسبت به پدرته. تو میتونی باهاش حرف بزنی، قانعش کنی که از کارش استعفا بده. یه سوال ازت بپرسم، راستشو میگی؟ آره. تکسیر نلامی ها کار خودتونه؟ اعلامیه امروزه. آره. حکومت نظامی خلاف شرع است. خلافه؟ شرع است. حکومت نظامی خلاف شرع است و مردم به هیچ وجه نباید به آن اعتنا کنند. الان اعتنا کنند. بودو الان. خب بیا اینم بعدش تایپ کن. مربوط به تظاهرات مردم اصفهانه. این مال ماجرای آتیش‌سوزی سینما رکس آبادانه. هنوز تظاهرات ادامه داره. رئیس شهرانی عزل کردن اون ماجرا. خب اینا بد نیست. یه لحظه، من جانمونم جانمونم. هول نشو، عجله نکن، گفتم اینا رو بد تایپ کن. مال آتیش زدن اونو ول کن. مال آتیش‌سوزی کارخونه آبجوسازی مجیدی است. بیا تموم شد، اینا رو همه رو تایپ کنی. عجله. سلام. خسته نباشی. چه خبر؟ همه چی به خیر گذشت. فقط چی؟ کیمیا یه حدسایی در مورد کارهای ما زده. خیلی اصرار داره که با همون همکاری کنه. فعلا که زوده. یه چند تا کتاب برای مطالعه بهش بده، برای شروع بد نیست. باشه. ادامه بده، شب شد. تو برسه رگبار مسلسل میاد. مامان کو؟ کامران تب کرد، برش درمانگاه. کجا بودی؟ کیمیا برو تو. اینم پسر کوچه برمیگرد. نمیخوام. خطرناکه، برو تو. چرا؟ خطرناکه. خوب میگم. خودت کجا میری پس؟ هیچ جا، من همینجا وایسادم. خب میدونم میشه نرگس، کاری ندارم تو. من برو تلفن برو شما مامان باشه نگران میشه برات. کیمیا هستم، جایی نمیری ها؟ من همینجام، برو. بله. سلام بابا. ممنون. مامان کامران تب داشت، بردش درمانگاه. بله. کیمیا هم همینجاست. همینجاست. بله. چی شده؟ چشم. خونه میمونیم. چشم. خدافظ. کیمیا بابا بود. گفت از خونه نریم بیرون تا کیمیا. سلام آمد. سلام. کامرانو بگیر، بگو کیمیا پاش رویش کنه. من برم دواشو بگیرم. بیرون چه خبر بود ماما؟ قیامت.
کیمیا مامان جان، کیمیا نیست. کجاست؟ رفتی بیرون؟ گفت میرم پیش نرگس. تو این بکش بکش کیوان، از جات تکون نمیخوری. بیام ببینم رفتی بیرون کشتمت. ببون سر جات. معصومه. بله بله. معصومه کیمیا اینجاست. صداش کن بیا ببین. نه قربونت برم. نرگس نیست؟ نه نرگس هم نیست. کجا رفتن اینا؟ نکنه رفتن کتاب فروشی آقا نکنم. کتاب فروشی تعطیل مهری. نکنه اینا دوتا با هم رفتن تو خیابونا. مهری مهری وایسا ببینم. اکبر آقا، تونستی از محمدت خبری به دست بیاری؟ نه نگرانشم، اوضاع شهر به هم ریخته، مردم با اصلا به گلوله. آقا حکومت نظامی رو چند ساعت جلوتر کشیدن. بجم آقا. اکبر آقا، کیمیای من رو ندیدی شما؟ نه والا، منم دارم دوباره محمد میگم. اکبر آقا، مردم از دلواپسی، یه کاری بکن. خانوم خانوم نرو اونجا، دارن تیراندازی میکنن. Thank you.
بزن برو. خانم بکش عقب. خانم باتری میزنه به تو، بکشید عقب. خانم با شما، خانم با شما، مگه نمیشنوی؟ عقب بگیر. آقا یکی دکتر کجاست؟ هم پرستار دکتر یکی به داده ما برسه. دکتر کجاست؟ آقای دکتر زخمی داری؟ خانم تیر خورده تو سینه‌ش. نمی‌بینید خانم چه وضع اوضاعی داری؟ آقای دکتر میگم تیر خورده تو سینه‌ش. خیلی خوب یه لحظه. محمد خوب میشه آقای دکتر؟ چیه؟ متاسفم تموم کرده خانم زاره. خانم زاره تموم کرده آقای دکتر. او مجروح خون نیست آقای دکتر. یعنی واقعا هیچ کاری نمیشه براش کرد؟ آقا جون تیر مستقیم خورده توی قلبش، فوت کرده. متوجه نشده این؟ خانم زاره اون بیمار رو بیارید این طرف. محمد باشو تو رو خدا باشو. بچه‌ها باشه اومدن اینجا بعد از اینجا ببریمش محمدو. ببریمش خونه شون. نه من بذاریم دست ساکی ها بیفته. کیمیا بیا نرگس شما برین یه ماشین یه چیزی جور کنیم من داریم بیاریم. ما اینو از در پشتی میاریم اونجا. بودو کیمیا نرگس بودو کمک کن. بلندش کن یا خوش رو بدم آه روش کنی بکن بودو بیا بریم. کی میاد اومد تو خونه ماست. ماما چی؟ چی شدی؟ چرا خونی شدی؟ ماما چیه؟ مهری چی شد؟ نرگس جان یه لیوان آب بیار. مهری جان چشاتو باز کن. قفلت برم چشاتو باز کن. کیمیا حالش خوبه عزیزم. مامانی جان این بگیر. هنوز تب داره. زنگ زدی به بابا؟ آره زنگ زدم هیچ کی جواب نده. ماما اینو بخوری. ماما خوبی؟ ماما بیا من میرم خونه محمدی. کجا میری بایسا؟ یه دقیقه بیا اصلا. چی میگی؟ خونه محمدی؟ ما
مامان به خاطر شما اومد بیرون که حالش بد شد. نخیر. حالا خونه مامان اینا چشه؟ مامان خودش رفته بیرون یه چیزایی دیده. خودش همینجوری به خاطر کی رفت بیرون؟ به خاطر تو رفت. حرف نزن دیگه. برو زنگ بزن بابا رو پیدا کن. جایی هم نریا. گفتم زنگ زدم. برو خوب دوباره زنگ بزن. کیا برو زنگ بزن بابا رو پیدا کن ببینی که حالش خوب. عسکری یک گزارش کامل رو بینم. چاش. خوب جمع کن. اصابی چه کاری بود کردی؟ یه کلام میگفتی که روزه انبار رو گم کردن بیچاره مون کردی با این کارا جمع زدی به همه کارهای ما. آقای پارسا، آقای پارسا صبر کن. تو فکر میکنی کی هستی که میخوای سابقه من رو زیر سوال ببری؟ من مخلص شما از چی نگرانی قربونت برم. از این گزارش مسخره ای که میخوای رد کنی؟ گزارش مسخره؟ از 600 تا ملافع 150 تاش هاپولی شده. این مسخره است. هیچ وقت موجودی انبار با آمار نمیخونه. 10 تا کارتون سرنگم کمه. بقیه تجهیزات هم با موجودی دفتر مطابقت نداره. پس بردار پارسا. تو خودت میدونی که توی انبارگردانی کم و زیاد پیش میاد. من با انباردار خودت 3 بار اونجا رو از بالا تا پایین گشتم. آمار همه چی هم دارم. طوری نیست. یه بارم با هم میشمریم. خیلی خوبه. اگه جناب سردار موافقت کنه منم خیلی خوشحال میشم. حالا اجازه میدی من برم سر کارم؟ تو میخوای با همکارات در بیفتی؟ نه عزیزم، من فقط دارم به وظیفم عمل میکنم. خیلی خوب، حالا یه چیزایی کم هست اما دلیل نمیشه که تو بخوای. دلیل نمیشه که چی؟ چه بخوای نامردی کنی و بری منو ببری؟ نامردی کنی، صدت بیار پایین. استاد پارسا برای تموم شد؟ برای بابا گزارشات رو تکمیل کن، بذار رو میز من. چشم بارو، ببخشید جسارتم. چند وقت دنبال پیدا کردن این موشای بیمارستانم. موشای کثیفی که همه چیزو میجوه. قربان من قصد ندارم به کسی تو اومد بزنم، ولی شما اینجا رو ملاحظه کنید، هیچ چیز این دفتر با آمار انبار جور در نمیاد، اصلا تطبیق نمیکنه. تناقض نیست، دزدیه. اگه جلوشون گرفته نشه سنگ روی سنگ بند نمیشه. بنویس به هر کی مشکوکی. خب من باید بررسی بیشتری بکنم. استوار حالا که شروع کردی باید تا آخرش بری. یه گزارش کامل و محرمانه میخوام. نگران هیچی هم نباش، بقیهش رو بذار به عهده خودم. چشم بارم. میتونی بری استوار. بله قربان. اسم تو رو هم رد کردم. عذر میخوام قربان، میتونم بپرسم بابت چی؟ اوضاع روز به روز داره بدتر میشه. از بالا دستور اومده نیروهایی که میتونن اسلحه دست بگیرن و معرفی کنن. منم اول از همه اسم تو رو رد کردم. اسم من قربان؟ چرا که نه؟ تو سابقه خوبی تو کارهای عملیاتی داری. بله قربان، عذر میخوام. حوزه ماموریت من شهر مرزی و درگیری با قاچاقچی‌ها بوده. چه فرقی میکنه؟ حالا به جای قاچاقچی‌ها با خرابکارای انقلابی درگیر میشی. بعدم برو اسلحه خونه سلاحتو تحویل بگیر. چشم. چه خبره؟ بابا یه نامه از طرف تیمسار هست برای امضا. مرخصی. چشم. استوار یه تماس با منزل بگیر. چند بار تماس گرفته؟ همین. مری کیمیا؟ سلام بابا جون. سلام بابا. چی شده این همه زنگ زدی نداری؟ مامان حالش بد شده، هرچند بهش میگم بیا برم دکتر نمیاد. حالش بد شده؟ باز رفته بود بیرون؟ لا بلا لا لا. آخه با
بابا من به چه زبونی بگم تو این شلوغ پلوغی ها حق نداری پاتون از در این خونه بذاریم بیرون. آخه بابا جون کامران مریض بود، بعد مامان بخواست بره داروهای کامران رو بگیره، مجبور بود بره. بله رفت داروهای کامران رو بگیره، ولی به خاطر تو رفت شلوغ پلوغی ها حالش اینجوری شد. آره کیمیا تمام رفته بودی بیرون؟ اگه مثل بقیه دستگیر می شدی، اگه با گلوله می زدنت، محمد پسر اکبر آقا رو ندیدین بنده خدا رو؟ دیدین چجوری با گلوله زدنش؟ اصلا جلو چش خودشم زدن خوشتن. بله می زنن، می زنن، حکومت نظامیه، با هیچ کس هم شوقی ندارم. بالا برو برم تو اتاقتون. اینجوری شدی تو مهری؟ فرخ چی شده مهری؟ چه بلای سر خودت آوردی؟ یه دختری امروز شبیه کیمیا تیر خورد، رفتم جون بغلش کرد، بغلم جون داد، صورتشو نگاه کرد، کیمیا نبود، خوشحال شد، خوشحال شد. وای بر من فرق شما. مامان امروز چی کار میکنی؟ مامان آروم باش میری، آروم باش، آروم باش، خدا به داد این ملت برسه. آروم باش، فکر بچهت باش. تو در مورد من چی فکر کردی؟ تو در مورد دوستای بابا چه فکر میکنی؟ ها؟ سعید بس همون که محمد رو کشتن؟ اونایی که محمد رو کشتن دوستای بابای من نیستن. اینو خوب تو اون گوشات فرو کن. تو یه وقت اصلا اصلا من دیشب بی خود به شما گفتم نگرانتون کرد. اگه مجبورت کنن چی؟ من نمیخوام رو در رو مردم بایستم. زدن شیشه خونه من شکوندن، سر بچه من شکوندن، یه چیز به خدا بابا یه زحمت بکشید.